ما خیلی مهمه که وقتی که با هم در رابطه با یه جریانی که صحبت میکنیم، بچه آخه این اتفاقی که افتاد تو گروهمون، همه وقتی که من انتقاد کردم یه اعتراضی به یکی از ادمینایی که خب عزیز بچه ها بود و همه هوای اونو یعنی طرف اونو گرفتن. من میخوام این مسئله رو اینجا، نه اینکه الان اون مسئله رو مطرح کنم، مسئله که تو گروه مطرح شده رو نمیخوام بگم، منتها میخوام این رو تاکید کنم که این خیلی خیلی کار مهمیه که ماها همیشه اون اصل رو، اصل دفاع از حق رو به دفاع از شخص ارجحیت بدیم. یعنی من خودم هم خیلی وقتا خوشحال میشم وقتی یکی میبینم مقابل من وای میسته و میگه که این حرکتت بخواهد، یعنی مستقیم وای میسته مقابل من، ولی از یک یه انسان دیگه یا از یه حق دیگه یا از یک اصلی که به نفع تمام انسانهای دیگه هست و یه تمام در واقع تمام شمول بودن رو در نظر میگیره، از اون دفاع میکنه، من خوشحال میشم. یعنی اون موقع احساس میکنم این فرد جهان بینیش خیلی وسیع تره. امروز اتفاقی یکی از بچه ها باهاش صحبت میکردم، گفتم این خیلی سخته. ما از کوچیکی هممون یاد گرفتیم و طوری بزرگ شدیم که قبیله‌ای برخورد میکنیم. من یادمه مثلا یک بار بابای من با یکی از فامیلامون دعوا کرده بود و من رفتم خونه اون فامیلمون چون خیلی دوستش داشتم. بعد بابام گفت مگه نمیدونی ما دعوا کردیم، تو چرا رفتی؟ گفتم خب آقا من نمیدونم که حق با کیه، شاید حق با اون باشه. گفت ما قهریم، تو بلند شدی رفتی، تو باید تعصب خانوادگی رو نگه داری. یعنی این تعصبی که دفاع از دوست، مثلا ما میگیم به مادر من یه چیزی گفتی، دفاع از مادرم، دفاع از خواهرم، دفاع از نمیدونم بچه‌م، دفاع یعنی یک دفاع قبیله‌ای میکنی. حتی دقت بکنید خیلی از این جنگ ها که ادامه پیدا کرده، اصلا طرف و رفتن یه چیز داستان بامزه‌ای هم توی این رابطه هست که اصلا اصل مسئله رو فراموش کردن و فقط به این مسئله نگاه کردن که خب بابا این مثلا بابای من اینجوری زده، منم باید بابای اونو بزنم، من باید نمیدونم فلان کنم. یعنی یک مبارزه قبیله‌ای، اینو بهش میگن یه مبارزه قبیله‌ای. یعنی حالا کار نداریم که من از دوستم دفاع کنم، از مادرم دفاع کنم، یا از کسی که به هر حال، یا از جریان مثلا ملتم دفاع کنم، از ایرانی دفاع کنم. اینا همش به نظر من یک، یعنی حالا در اون قالب بذاریم، بگیم قالب مبارزه قبیله‌ای، که من قبولش ندارم و همیشه میگم ماها باید حتی اگر یک نفر باشه، یک کسی که دشمن منه، کسی که نمیدونم من اصلا خوشم نمیاد ولی احساس میکنم در یک جایی حق اون داره ضایع میشه، باید از کسی که خیلی هم عزیز من هست در مقابل اون عزیزم وایستم ولی بگم که تو اشتباه کردی. من میخوام این نکته رو بهتون بگم که ما خیلی مهمه که توی برخوردامون واقعا، البته خیلی قدرت میخواد، خیلی قدرت میخواد که واقعا اونجا وایستی مقابل کسی که میدونی که اگه ازش بخوای دفاع کنی یک موقعیت رو از دست میدی یا یک مارکی بهت زده میشه، ولی تو باید یعنی بدون نگاه کردن به اینکه چه پیامدی داره، اون چه که درسته باید انجام بدی. اینو همیشه تو ذهنمون باشه که یعنی مبارزمون و دفاعمون یه دفاع تعصبی نباشه. اصلا من از دوستم، بابا دیگه گذشت، دوران بروسلی گذشت، دوران سامورایی ها گذشت، دوران قهرمان بازی ها گذشت که من الان بیام بگم به دوست من این حرف رو زدی، فلان رو اینجوری کردی، نمیدونم به خواهر من اینجوری کرد. بابا بیم بگم بزن آدم، خواهر من خودش میتونه، مثلا خواهر من اگر حرفی داره و یا یه مسئله دوم این که اصلا آیا اون مبالغه‌ای که داره میکنه اصلا کجا درسته کجا درست نیست،
این یه مسئله. یه نکته دیگه اینه که این که من امروز با یکی از بچه‌ها صحبت میکردم، گفتم اگر در 100,000 نفر یه نفر پیدا کردی که این اصل رو رعایت کرد، اون یه نفر رو واقعا یعنی چی میگن کلات بنداز هوا و شدیدن اون یه نفر رو دنبالش باش که این حالا اون اصل چیه. ما خیلی وقتا مثلا الان فرض کن من سر یه مسئله با شما، سر تو به یه پول منو خوردی مثلا، یا من پول تو رو خوردم، یا یه مشکل مالی با هم داریم، یه دفعه میاد بگه آره تو پدرت فلانه، تو من نمیدونم پریه، تو مثلا فاحشه ای، تو نمیدونم چی، یه سری مسائل مختلف رو با هم دیگه قاطی میکنه، در حالی که هر چیزی در جایگاه خودشه. ما اگر میخوایم یه مسئله رو بررسی کنیم، مثلا فرض کنیم بگیم آقا جان الان یک مشکل مالیه، این فرد 10 یورو یا 100 یورو یا 100,000 تومان یا فلان فلان از قرض فلان کس رو نداره، خب همون مسئله رو دیگه قاطی نکنیم که آقا جان شخصیت این فرد چیه، نمیدونم با زنش چیکار کرده، با پدرش فلانه، نمیدونم چی. این مسئله ای که درسته که مسائل ما به هم دیگه تأثیر داره و برخوردهای ما در یک مسئله ای یک آلارمیه که چجوری، یعنی یه هشداریه که مثلا فرض کن من الان دوی برخوردم بزنم، برخوردم به نمیدونم سر کارم، برخوردم توی اتوبوس، برخوردم همه اینها یه مجموعه از شخصیت منو نشون میده و همه اینها برای من مثل یه پازل هستن که مجموعاً این شخصیت کلی رو تشکیل میدن. ولی من اگر میخوام در یک جای به یه مسئله برخورد کنم، نباید هی بیام اونو عنوانش کنم. این هم شما رو از این که به یه مسئله برخورد کنید یعنی نمیتونید اونو درست حل کنید، چون نمیتونم مادم که چند تا هندونه رو نمیتونه با هم دیگه برداره، و همین که نمیتونید اصولی، یعنی وقتی هم که توی دادگاه مثلا فرض کنم میخوان یه مورد اجاره ندادن یه نفر رو بررسی کنن، نمیان بگن که خب پدر تو مثلا قاتل بوده، تو مثلا فلان جا پول فلان کس رو خوردی، تو نمیدونم فلان فلان، همونو در جای خودش نگاه میکنن، مورد دیگر هم در جایگاه خودش نگاه میکنن. منتها اگر خواستن که مثلا فرض کن حکم بدن، ممکنه بگن شما اینجا این حکمتون با اون حکمتون با اون حکم دیگه، مثلا فرض کن ممکنه که این جریمه این جریمه اینه جریمه این اینه اینه، ممکنه مثلا یه سال شما بشه 3 سال به خاطر اینکه 3 تا خطا با هم دیگه کرد. اینه که ماها این مسئله رو خیلی مهمه که یعنی این اصولی بودن خودتون رو نشون میده، قوی بودن خودتون رو نشون میده که شما چقدر مسلط به مسائل میتونید برید برخورد بکنه و هر چیز رو در جایگاه خودش نگاه بکنید. این یه مسئله. دوم این که خیلی از ماها که این که من گفتم از 100,000 نفر اگر یه نفر رو پیدا کردی که اینجور نباشه، مثلا فرض کنیم من خودم یه با یکی از این یه نفری بهش قرض داده بودم، باهاش یه دعوایی شد، اومد قرض عقدش سر قرض من خالی کرد، تا الانم 5 ساله اون 600 یوروی منو نداده که تو فلان کارو کردی. خب این که ما انتقام یه چیز رو سر یه چیز دیگه بگیریم، این خیلی رایجه. تو فلان کارو کردی، حالا منم مثلا فرض کن که میرم نمیدونم قرضتو نمیدم، حالا مثلا یه دعوایی کردیم، این خیلی مهمه. باز در همین زمینه ها شما اگر دعوا سر یه مثلا فرض کن یه موضوعی کردید، اون موضوع رو انتقامش رو یا مثلا عقده‌ش رو یا ناراحتیش رو سر مسئله دیگه خالی نکنید، بگید این جایگاه خودشو داره، اون جایگاه خودشو داره. من اگر در یک جایی به تو، و همین که خیلی قاطی میکنیم اینها رو، باعث میشه که طرف حتی مثلا فرض کن اگر من الان به یه کسی قرض دادم، بعد مثلا میام میبینم که توی یه دعوایی داره میشه، با خودم میگم که ای الان من اگه از این فرد دفاع کنم، از مقابلش دفاع کنم، شاید پول منو نده ها. همین مسئله چون تو جامعه ما رایجه، باعث میشه که حتی ماها ناخودآگاه فرصت طلب میشیم و ناخودآگاه باج میدیم،
محاسبه میکنیم، کالکولیرن میکنیم، آره اینجا مثلا این کار بود، نه بعد یه دفعه یادم میاد آخون ادمین منه، اگه فلان کنم ای تمام حسابای مالی من دستشو فردا الان من انتقاد بکنم، میره الان میاد اینجوری میکنه اونجوری میکنه فلان. نمیگم از ذهن خودمانم نمیگذره ها، هنوزم منم که منو که دارم این حرفا رو میزنم، بازم باور کنید همیشه باید یه زیباناور که تو درون من هست، همیشه باید مواظب اون زیبا، هنوز انقدر قوی نشدم، انقدر ملکه نشده برای من توی وجودم که مرا اشتباه نکنم که بابا عزیز من اصلا گور پدر نمیدونم مسئله مالیت، بذار طرف مالت هم اگه میخواد عقدش رو سر مسئله مالیت خالی کنه عقدش رو سر. هنوزم مثلا فرض کنید که من یه دفعه با یه کسی دعوا میکنم، یه دفعه میگم ای وای الان میره اون کانالی که مثلا فرض کنید با هم داریم الان کانال منو چیزا حکم مثلا داره الان تمام اون فیلم ها رو نابود میکنه ها، یا نمیدونم فلان، تو این بلا سرم اومده دیگه. بابا من دوست پسر خودم با حاشیه دعوایی کردم رفت تمام سایت منو هک کرد، اون یکی اومد هارد منو برد. حالا اینا رو دارم میگم از دوست پسرای خودم هستن و اونایی که نزدیکترینم، منشی خودم که عزیزترین کس برای من بوده که واقعا نزدیکترین کس اصلا ایشکی، یعنی دیگه نمیدونی این محدثه چه کارایی میکرد. آقا بزرگترین ضربه رو به من زد سر یه چیزی، شاید اصلا سر یه استکان، سر یه چیز خیلی کوچیک، اینقدر ناراحت شد رفت به من یه ضربه بزرگ سر یه چیز دیگه زد. خب چرا؟ به خاطر اینکه ما مسائل رو در جایگاه خودش نمیبینیم. میخوام بهتون بگم اگه تو 100,000 نفر یه نفر پیدا کردید همونو کلاتون رو بندازید هوا. حتی من که خودم دارم اینو بهتون میگم واقعا باید مواظب باشم که مبادا در زمینه های ناخودآگاه این وسوسه ها میاد، ناخودآگاه این وسوسه ها میاد و باید خیلی انسان نمیخوام اون کلمه شریف به کار ببرم، خیلی انسان واقعا باید توی یعنی برخوردش اصولی و یعنی نمیدونم دیگه چیه چه کلمه‌ای بگم که اخلاقی نباشه. به هر حال این دوتا نکته ای بود که در رابطه با این مسائل خواستم، مسائلی که تو گروه ما امروز پیش اومده بود بهتون بگم که و برای خود من ناراحت کننده از این جنبه بود که دیدم تقریبا توی این 50 نفر چقدر بچه ها همینطور قبیله ای برخورد کردن، اصلا مسئله رو ندیده اومدن مسائل یا قاطی کردن مسائل رو با چیزای دیگه ای قاطی میکرد، یا یه کس دیگه ای انگی میزد به، یعنی یه چیزای اتفاق افتاد که برای خود منم بگم چند ساعتی بگم دپرسم کرد، چند ساعت ها، یعنی مجبور شدم که برم یه هوای آزاد نفس ده تا نفس فلان و کلی کارهایی بکنم که اون موجهای منفی رو از خودم دفع کنم. ولی میخوام بگم که اینها همش تجربه است. به بچه ها میگفتم بچه ها اصلا یه موقعی این حالتهایی که پیش میمار گفتم هممون داریم برون ریزی میکنیم، هممون داریم خودمون رو نشون میدیم، هممون این یعنی زندگی واقعی، این یعنی ارتباطات واقعی و این که ماها توی این رابطه ها ببینید دعوا که میکنیم اتفاقا دعواها خوبه، بعد از این دعواها تازه ماها میتونیم واقعی تر با هم بشیم، حرفایی که نگفتیم رو به هم بگیم و از نترسیم از دعوا. نترسیم بابا، ما از کوچیکی همیشه فکر می‌کردیم ای وای ماما بابامون صداشو بلند کنه چه اتفاق میفته، بابا جان بذاری حرفا زده بشه. و الان که گروه هم با وجودی که خیلی از بچه‌ها رفتن ولی من خیلی خوشحالم از این که باز بچه‌ها رو به نوعی دارمشون، احساس میکنم که حتی این بچه‌هایی که یه بد و بیراهایی هم به من گفتید، حالا همتون اینجا هم هستید ولی خب اشکال نداره، حالا گذاشتم چون کشا خوب حرفاتون رو هرچی دوست داشتید گفتید ولی اب نداره، من دوست دارم به من یعنی اصلا بوت نشن زیبا فلان. اون گروهی که اول داشتیم که یه دونه مثلا زیبا ممکن بود که مثلا یه حرفی بزنه همه تایید کنن، نه و الان دارید وای میستید و مثلا مبارزه میکنید با من و چند تا هم نسارم میکنید و چند تا هم فوش میدید
اب نداره دیگه، فعلا حالا این کارا رو بکنید به خاطر اینکه میارزه، به اینکه هممون قوی بشیم و هممون احساساتمون رو بلافصل بگیم و آنچه که دوست داریم رو ملاحظه نکنیم. در نهایت من فکر میکنم که خیلی خیلی این اتفاقات خیلی خیلی خوب بود. برای همین به بچه ها گفتم که صبر کنید چند روزی بگذره، یه ذره این طوفان بره، یک ذره سیل دیگه، سیل و طوفان و زلزله و نوت گروه ما ایجاد شده، یک کم بعدش که هم بچه ها اصرار میکردن زیبا بیا جواب بده جواب بده. من خودم دیدم که اگه الان جواب بدم یه مقدار اموشن و احساساتم خیلی ممکنه تاثیر بذاره و نتونم اصولی برخورد کنم، نتونم منطقی برخورد کنم، واسه همین بذاره عقب نشینی کردم. حتما این که نیستش که من امین الان با جواب بدم. بچه ها اینم خیلی خیلی مهمه که وقتی ما احساس میکنیم که همون لحظه مهم نیست، این اصلا خیلی در سریع جواب دادن مهم نیست، مهم درست جواب دادنه. من وقتی میدونم ممکن الان توی حرفام تو برخوردام یه حرفی بزنم که نتونم فرداش اصلا احساساتم توش بیشتر دخالت بکنه، پس برای همین چی کار میکنم؟ یه ذره عقب نشینی میکنم، یه مقدار با تعقل بیشتر. و این همیشه توی دادگاه های درست و اصولی که من به شما گفتم ماه پیش یه دادگاهی رفتم که خیلی خیلی خوشم اومد، اصلا انقدر قشنگ مسائل رو بررسی میکنن، اینو اون مثلا این در این زمینه مثلا ده دوم فرصت بدن، بعد دیگه تو این رابطه استراحت بکنی، بعد بری اگر میخوای سوالی رو جواب ندی نده، یا مثلا پاز میخوای بگو، یا یعنی که اون تمامیت برخورد اصولی حفظ بشه. خب حالا اومدم سراغ شماها تو این فاصله ببینم چیا گفتید. این یه نکته بود، دو تا نکته دیگه نوشتم بعد براتون میگم، حالا ببینم که چی گفتید. این که یک بعضی ها فکر میکنن که کار مشاوره، اولا یه چیز در رابطه با این رو بهتون بگم، اولا خیلی از این، من خودم توی دوره که رفتم دانشگاه که بودم خواستم که روانپزشک تخصصم رو توی روانپزشکی بگیرم، ولی توی این مدت که رفتم فهمیدم، گفتم که واقعا چه بهتر که من یه همچین روان پزشکی نشم. شما حالا خیلی وقتا میرید پیش یه مشاور، واقعا میبینید که خیلی خیلی به خصوص توی سیستمی که شما باید یه حرفایی رو نزنید که اسبودو اسبیا نمیدونم چی نشه، یه چیزی داره. یعنی چی؟ یعنی که تو یه ملاحظاتی بکنی که مبادا شغلت از دست ندی، مبادا زیر سوال نری. خب میای خودتو در قالب یه همچون سیستمی میبری، یه موقع یه دفعه میبینی یه دونه پیر زن، یه دونه پیر مرد، یه مردی که اصلا سواد نداره، یه دیوونه یه مشاورهی بهت میده که صد برابر از اون مشاورهی که برای زندگی. پس ببین اون چیزی که شما الان، من الان دارم مثلا شما فکر کنید من یه نفر هستم، یه خل وایستاده اینجا داره یه حرفای رو میزنه، خب قرار نیستش که حرفای منو قبول کنید که. شما بشنوید، اون کسی که اصلا اومده برای فان، اومده مسخره کنه فلان، شما حرفای منو بشنوید. اون کسایی که مشاوره میگیرن از من قرار نیستش قبول کنن که، میشنوی حرف برو متخصصی هم که کتاب آنچنانی ده تا تخصص نمیدونم چی داره، اونم بشنو، حرف اون خولرم بشنو، حرف اون همسایرم بشنو، حرف اون پیرزنم بشنو، حرف اون پیرم، ببین کدوم برات خوبه. این تو هستی که انتخاب میکنی، پس نگو که مگه همینطوریه. آقا یکی اومد حرفه، بذاریم همه حرفاشونو بزنن، بذاریم همه حرفاشون رو بزنن، تو رو که وادار نکردن که قبول کنی. خب عزیز من، یکی نوشته مشاوره های تو چه نتیجه‌ای داشته، ما که هر کیو دیدیم با تو درگیر شده. خب عزیز من، اگر تو خودت مشاوره خواستی اون موقع بیا نتیجه بده. اون هر کی هم که میگی، اون هر کی که هست خودش میتونه بیاد مدعی بشه بگه من در این رابطه، من حدود نزدیک 40 سال داره میشه دیگه، من توی این زمینه ها دارم فعالیت میکنم، و خب یک نفری بیاد بگه که من ضربه دیدم، خب
خب درگیری که ممکنه معلومه که وقتی که یه کسی که الان زیر جراحی مسئله روان درمانی و روان جراحی روانه مسئله پزشکی جشن عروسی نیست که هلی هلا هلو هلو درده، ناراحتیه، مریضیه، جیغ و داده. رشتهش اون نیستش که رفتم به بچه شیرینی خوشمزهی، به بچه لباسی، آی جشن عروسیه، یا نمیدونم فرض کن پارتی مارتی و نمه خوشان خوشان نداریم که ما اونجا. بهله اول حتی ممکن اون کسی که میاد پیش من اصلا درد بکشه، ناراحت بشه، عصبانی بشه، فلان بشه، بحران بشه. ما خودمون بهش میگیم، ما بهش میگیم که استفراغ میکنی، شب ممکنه فلان بشه، نمیدونم چی 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 چی، این اتفاقات میافته. مثل جراحی وقتی که تو میخوای بیای میگه آقا جان خونریزی داره، درد داره، اسکار داره، صد تا مسئله مختلف داره، میخوای بپذیری، میخوایم نبور همون زندگی که داری. مسئله درمان همیشه بدونی که با این مسائل در همراه هست. خب در مورد شاش داری سوال میکنی، شراب شاش هست، بله عزیز من شراب شاش هست، در این رابطه هم مقاله هست میتونید برید، منتها شراب شاش رو همیشه بدونید که مستقیم هست، بهش میگن از منبع کوله میگیرن. خب در این رابطه هم میدونید دیگه توی هندوستان شاش گاو بیشتر از شیر گاو فروش داره، اونایی که استریلیزه میکنن و نمیدونم فلان میکنن و اینا خب میتونن اینجوری نگه دارن که چند وقت هم نگه دارن. اونی که شنیده پزشکی من نخوندم، ببینید اون چیزی که شما شنیدید ممکنه واقعیت باشه که مثلا بگم بابا جان این اصلا دروغ میگه، حرف اون کسی هم که میگه دروغ میگه، اون به عنوانه یا مثلا میگه که این یه حرفی میزنه که مغایر با حرف منه، اون رو نباید نفیش بکنید. اون به عنوان یه انسان حقیقی و حقوق حق داره که یه حرفی بزنه، من هم به همون میزان حق دارم. پس ملاک برای تشخیص حرف اون و من چیه؟ واقعیت. خیلی خوب، شما اگر مثلا فرض کنید من الان به شما میگم این طلاه، خب یه نفری میگه طلا نیست، هم حرف منو باید گرفت هم حرف اونو باید گرفت. خب تو این رابطه چیکار میکنن؟ خب یک میزان یا محکی هست، میرن جلو، خب میان میگن که خب میبریم پیش طلا فروش، اینو میبریم و بعد میگیم که خب میسنجه، بعد میگه که این طلا، معلوم به من بگن چند عیاره، چند معیاره، چیه چیه چی نمیدونم. پس تو این رابطه هم یک سازمان هایی هست، یک جاهایی هست شما میتونید محک حرف ها رو بسنجید. مثلا فرض کنید میگی زیبا، خب شما میگید مدعی هستید دکترید، ما میگیم که نه شما دکتر نیستید، یا این کارت نظام پزشکی شما فوتوشاپه، یا مثلا فرض کن جعلی. خب حق دارید این حرف رو بزنید، محکش کجاست؟ اینم ممکنه بدل باشه دیگه. خب میبرید اینو، مثلا فرض کن کارت نظام پزشکی، شماره نظام پزشکی، میبرید تو شماره نظام پزشکی، تحقیق میکنید، در میاد اونجا آیا اون کسی که اون ادعایی که من میگم درسته، یا اون ادعایی که، یا اون چیزی که شما شنیدید. فارغ التحصیل پزشک عمومی از مشهد هستم، دکترای اونجا رو گرفتم، تزی هم که نوشتم نمره 19 گرفت از 20. تز من هم تو کتابخونه دانشگاه مشهد هست، کتابخونه پزشکی. چون وقتی ما تز می نویسیم باید یه جلد ماتریم خودمون داشته باشیم، یه جلد میدیم به کتابخونه مرکزی، یک جلدم میدیم به خود اون دکتری که بهش باید ارائه بدیم، باید سه جلد باید درست کنیم. یادمه که از سال 1375 که من فارغ التحصیل شدم. حالا از من هیچ مسئله ای نیستش، شما که الان در رابطه با فارغ التحصیلی من میپرسید، من براتون اینو میگم، ولی اصلا من الان کار نمی کنم به عنوان پزشک عمومی، من فقط تحصیلشو کردم. من حتی توی آلمان به عنوان مشاور کار میکنم و الانم که کارایی که میکنم مثلا ربطی نداره. حتی یه پزشک عمومی که الان شاید شما بیشتر از من اطلاعات پزشکی داشته باشید،
90 برای نه منم 23 سال میشه که من اصلا آپدیت نیستم، اصلا خیلی چیزا میگن یادم رفته. پس این که اصلا باشم یا نباشم فرقی نمیکنه، ولی به هر حال تحصیلشو کردم، مدرک دکترا رو دارم. پس این که زیاد سر این نباشید که زیبا اصلا دکتر، من کجا گفتم من الان منو حتما خانم دکتر صدا کنید، منو فلان، من همیشه میگم زیبا ناوک هستم. حالا میگن چی خوندی، چه تحصیلاتی داری، چه مدرکی داری، شما اصلا منو کلفت صدا کن. من یه خیر، اما اگر شما الان منو دیوونه صدا نکردی، خب دیوونه صدا کن، آروم میشی عزیزم، آروم شو. چطور با شکست احساسی کنار بیام؟ شکست احساسی عزیز من به زندگی تعلق داره. الان که اومدی اینجا خیلی حالت خوبه که داری مطرح میکنی. بعدش هم این که خب زندگی، هر شکستی آغاز یک موفقیت. من یه استوری دارم که تجربه منفی داشتن بهتر از تجربه نداشتن هست. شما وارد یک رابطه شدی، رفتی شکست خورد، مثلا طرف اول عاشق شد و آی اون لحظات خوش داشتی دیگه، حالا اون لحظات خوش تموم شده، دوباره لحظات خوش دیگه میاد. در مورد شکستم که بهت دارم میگم، شکست آغاز یک موفقیت. اصلا موفقیت و شکست با هم هستن. ماری کوری 30 بار شکست خورد تا 31مین بار موفق شد. پس شما به شکست به صورت یه چیز منفی، پدیده منفی نگاه نکنید. شکست کاملا آغازی است. اصلا ما بر مبنای همین افتادن هاست که بزرگ میشیم. واسه همینه که من همیشه میگم تجربه منفی خیلی خوبه. شاید یه کسی بگه که زیبا زندان افتادی، خیلی هم گفتن عمر جوونیش از دست، گفتم با زندان برای من ساخت. زندان خیلی تجربه قشنگی به من داد. زندان خودم رو به خودم شناسوند، از هر دانشگاهی برای من بالاتر. مرحله‌ای که انسان شکست میخوره یه مقدار ناراحت میشه، یه مقدار براش سخته، ولی بعدش چیه؟ عادی میشه. یکم که گذشت بعد میگه، حالا یه چیز جالب براتون بگم، خیلی قشنگ، الان یادم نیستش، الان کتابام یادم رفت، همیشه کتابامو اینجا میذارم بهتون نشون بدم. سوریه که رفته بودم یه مردی آشنا شدم، یه مردی با یه زن و مردی بودن، سنشون هم بالا بود، اون موقع من نزدیک 33-34 سالم. این مرد با عصا بود. ببینید بچه ها، من این داستان، این چیزی که تعریف میکنم الان، شاید هزار بار تعریف کردم، بازم تعریف خواهم کرد، برای اینکه یک جمله خیلی قشنگی گفت. وایستاده بود با عصا اونجا، بعد موقعی که با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم، از این گفتم چه اتفاقی، تو کی هستی، من کی هستم، از خودم تعریف میکرد. یه دفعه برگشت گفت میدونی که بهترین اتفاق زندگی من چی بود؟ من با خودم به عنوان یه فرد گفتم، الان میگه مثلا فرض کنیم که تولد پسرم، تولد نوام، نمیدونم عروسی فلان یا آشنایی با هم، همه این چیزا از ذهن ما گذشت دیگه. ولی بچه، اون چیزی که من الان میخوام به شما بگم، شاید از این همه آدم الان در همین آن 137 نفر دارن میشنون، شاید یک نفر هم از این 137 نفر حدس نزنه که من، که این مرد به من چی گفت. گفتم چی؟ من گفت چی؟ بهترین اتفاق زندگی من، گفت، سکته قلبیم بود. گفتم چی؟ سکته قلبیت؟ گفت آره، من بعد از اون سکته قلبی که کم، سکته قلبی درد داره، ناراحتی داره، خیلی مثلا کلا ممکن شکست بزرگی برات باشه، ولی گفتش که من بعد از این سکته دنیای من عوض شد. پس ببین عزیز من، که تو گفتی شکست احساسی کردم، این شکست های احساسی تو رو می سازم. میریم جلو. حالا بچه ها، این بیادبا رو بذارید باش. من به این بیادبا عادت کردم و تازه ببینیم بچه ها، ما الان یکی دیروز ما با تو گروهمون پرسش و پاسخ با حسن داشتیم، یعنی دیگه فکر نمی کنم از حسن بیادب در کسی بوده. حالا شاید خودش هم اومده میاد میگه که من تشریف آوردم. از حسن میدم مدال طلا رو داشت دیگه، مدال طلا رو گرفت.
ولی الان یکی از کساییه که من خیلی باهاش رابطه خوبی دارم و هر روزم بهش علاقم بیشتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر قدم هایی که برمیداره. در یه مقطعی تقریبا چند ماه پیش احساسای منفی من از بین رفت بهش، الان هم همین که احساسای مثبت من داره ذره ذره، همین آدمایی که ما شاید ازشون متنفر، در یه مقطعی متنفر بودیم. پس بذارید تمام کسانی که اینجا اومدن و به من فحش میدن، بدترین حرفا رو میزنن، خوش آمدید. مطمئن باشید، مطمئن باشید شما اگر من براتون مهم نبودم اینجا نبودید. پس فوشاتون رو بدید، حرفای بدتون رو بزنید، ولی شما اگر مو رو میبینید، من پیچش مو رو میبینم. زیبا جان امشب ملیح شدی؟ نرسی بچه ها، اینایی که نشنیدن اینو بشنم، من ملیح شدم. راجع به تجربه شخصیم با تو، پرستو مهاجر، تو همون که انگلیس بودی؟ آره. چقدر عوض شدی؟ یه ذره الان پرلودم و تو اتاقم بودم و اینا هم ولی اصلا صورتت، حالتت چقدر خوشگل شدی؟ ای با من میخوام یه چیز خیلی مهم و راجع به تجربه هم باید خیلی حرفم مهمه. آخه داستان از اینجا شروع شد که من بزرگترین بدبختی زندگیمو سر آشنایی با تو کشیدم. یعنی چی شد؟ یعنی تو از لایو، تو منو توی لایو دعوت کردی، من اومدم توی لایوم، وقتی که من می‌خواستم با تو حرف بزنم، اون خانواده عموم که به من جا داده بودن گفتم نرو با زیبا نامک حرف بزن اینا. گفتم چرا، اونم یه آدمه و من اتفاقا با فرنگ عمیدی یه دوستی دارم. من با فرنگ مشورت کردم مثلا قبل از که با تو حرف بزنم، چون من خیلی دوست داشتم با تو حرف بزنم. فرنگ به من گفت که چرا که نه، برو باش حرف بزن، تو چه اشکالی داره؟ یعنی اون ذهن منو باسته. چه عجب که اون گفت، که البته قبل از این بود که با من مخالف من بشه، ولی خب ادامه بده. خب باعث شد زیبا وقتی که من اومدم با تو توی لایو، اولا جدا از این که چه اتفاق فکری برای من افتاد که تو باعث شدی یک قالب بزرگ وحشتناک به نام قالب اخلاقی در ذهن من بشکنه. یعنی من فراتر از اخلاق به چیزی قائل نبودم. وقتی اومدم با تو حرف زدم، یک جوری من رو کیش و مات کردی که برای اولین بار یه نفر اومد با من حرف زد که نه به دین اعتقاد داشت، نه به اخلاق اعتقاد داشت، نه به قانون اعتقاد داشت. قانونمندی زیبا، و قانون رو هم میشکنی اونجاهایی که فکر میکنی بر اساس حقوق بشر نیست، اونجاها آنارشیست هم شاید بشی، کاری به اون ندارم. در این بود تونستم با یک بعدی اول به هم ریختم، اول بعد از آشنایی با تو به هم ریختم و خیلی من به هم ریختم. میگفتم زیبا به چی اعتقاد داره، اصلا زیبا نمیشه حرف زد، چون من توی ساختار اخلاقی زندگی میکردم. وقتی تو میگفتی رازداری نکنیم حرف بزنیم، چرا اسم نمیاری، من امروز زیبا من همه رازهامو فاش کردم. راجب این که شوهرم چرا به این تهمت زد، راجب این که چقدر تهدیدم کرد که دوش به سر گرفتم، راجب این که اصلا اعتقادم راجب خود ارزایی، راجب سکس، راجب خیلی. و جالب بود که خیلی دایرکت میگرفتم زیبا نامک شماره دو، یا به من میگن ندا یاسی شماره دو، یا میگن زیبا نامک شماره دو، و چقدر من خوشحال میشم. یعنی خودتی، تو خودتی باحالتر از منی. خودتی جریان بهت بگم چه اتفاقی برای من افتاد. بگو. خانواده عمون به خاطر این که من توی لایو تو شرکت کردم، من از خونه انداختم بیرون، ولی خیلی محترمانه انداختم بیرون، خیلی محترمانه پرتم کردم بیرون. یکی از دلایلشون لایو تو بود که چه دلیلی داره که زیبا نامکی که شاش خودشو میخوره و شاش بقیه رو میخوره و به گروپ سکس اعتقاد داره و چیزا، تو رفتی باهاش حرف زدی. یعنی بله شاش بقیه رو نخوردم ولی خب ادامه بهت بگم که چقدر خامنه ایه درون ما چقدر قدرتمنده و 40 سال حکومت کثیف جمهوری اسلامی چه دیکتاتوری در من ایرانی به وجود آورده که من پشت مانیتور گوشیم، صفحه گوشیم، با یه آدمی که حق ندارم حرف بزنم زیبا. آره. و یه چیزی تو دلم میخوام بهت بگم، میخوام بهت بگم، برای توی دایرکت هم نوشتم، میخوام بهت بگم زیبا، اگر امروز خیلی ها نمیفهمنت،
و من تا اسم زیبا ناوک رو میارم توی لایوام سری به من اتیکت میزنه و اصلا منو میترسونن. یه نفر برای من پیام داده بود تو را به خدا، تو را به جان مادرت اسم زیبا ناوک رو نیار، توی دختر متین هستی، تو فرق داری. زیبا ناوک چی داره میگه؟ زیبا ناوک، حرف زیبا ناوک الان تو جامعه اینا فهمیده نمیشه. زیبا 50 سال دیگه آدم ها میفهمه. نه بابا، تو الان از کجا اومدی؟ تو همون چند وقت پیش بود؟ امثال تو خیلی زیاده، خیلی زیاد شدن، دارن میشن. ببین اسمارت فون دنیا تصاعدی داره تغییر میکنه، نگو 50 سال. اصلا ماها اصلا حالا کار ندارم، ادامه بده حرفتو. ادامه. در ادامه حرفو میخوام بگم چیزهای زیادی از تو یاد گرفتم، براش بها دادم. روزی که من به عنوان پرستوی مهاجری که صفحش باز بود اومدم با زیبا ناوک گفتم من بی خانمان شدم، بر من سنگی دم شد. تو که ببین، نگاه کن، تو خیابون بودی با من حرف زدی، الان ببین برای کجا رسیدی عزیزم. خب ادامه بده. در نهایت من دلم میخواست بیای توی لایف من، درخواست بدم که بیای یه شب، دلم میخواد اختصاصی ازت خواهش کنم بیای توی لایف من. بیام هر وقت تو میگی، من فردا یه سوال ازت بپرسم و میرم با خدا بزنی میکنم، میرم پایین تو حرف بزنم فردا. ولی ساعت تو بگو، راحت باش دیگه، منم میخواستم وقت بذارم برای بچه ها. بگو. باش، من فقط میخواستم از تو بپرسم، میشه یک بار دیگه جریان مشکلت با فرانک رو بگی، من از پایین بهت گوش کنم؟ مشکل فرانک میخوای فردا بگی؟ مشکلت فردا میگم. آره قشنگ میگم، مفصل دقیقا. مسئله راز نداری، این مسئله. آفرین، چه تیتر مهمی رو گذاشتی. برات هم مطالب رو میفرستم، تمام آدم ها رو هم به قضاوت بکشونی، به قضاوت بکشونی که آیا من تو این را بعد که اومد اینجوری تمام بچه هاشو، تمام گروهشو، فالوئر هاشو که بیای زیبا رو رپورت کنید، به خاطر اینکه من داشتم از یه نفری رو افشا میکردم که حالا فردا میگم بهت دیگه. فردا چه ساعتی؟ حالا من خودم هر ساعتی خودت بگم. خیلی موضوع مهمیه، جسوری یا جسوری ده باشه. بگو. من به عنوان آدمی که هم عاشق زیبا ناوکم و هم عاشق فرانک امیری، این مسئله برای من الان مهمه چون من عاشق هر دو تایشون. خیلی خوب میشه که من هم این مسئله‌ای که دارم و واقعا امیدوارم که این مسئله حل بشه و افرادی مثل فرانک امیری و افرادی که توی، چون ببین من اگر یک نفر هم، من تو یه نفر رو پیدا کنم تو این دنیا که با این اصل، با این مسئله که من بگم چرا باهاش ما و اروپا یا کسای دیگه یا خیلی از مقابل من هستن، من حتی اینجا تاوان دادم ولی به همه جا گفتم، گفتم من این اصل رو نمیپذیرم. این همه هر به خصوص تو اروپا که حریم خصوصی، حریم خصوصی ها که برامون دون میپاشن، و خوشحالم که یه سری هکرها میان یه کارایی میکنن، ضربات بزرگی برای این دولت ها و اینا ایجاد میکنن که این حریم خصوصی هاشون به هم بخوره. حریم خصوصی هاشون. ببین یه سر نامک، من در حال حاضر فقط به یک چیز معتقدم و اونم قانونه. آیا قانون فردا دیگه؟ ببین سوالاتو تو مرتب بکن. فردا ساعت 10 به وقت ایران، 10 شب به وقت ایران. زیبا شناسی داریم ساعت 10 ببین خیلی انرژی داری، فول رازامو ریختم بیرون عزیزم، رازامو ریختم راز دیگه. من ببین من اصلا به اول نفهمیدم کی هستی، بعد که تو گفتی که من همونم و اینا، یه لحظه انگار به من زیبا یه چیزی بگم، من زمینه‌شو داشتم که اینو بفهم، زمینه داشتم ولی زیبا ناوکی نبود بگه. من امروز تو لایو هم حتی نما بذاشتیم هم نشون دادم نما بذاشتی خونیم و گفتم خونه کاری که من برای بچه ها انجام دادم، برای دختر خوندم انجام دادم، دختر 4 سالی گیزین که اومده بود میگفت این چی، گفتم بیا ببین دیگه بابا چیه، میخوای ببینی بیا ببین دیگه چی نیست، حال میشه. خوب کاری کردی برای بچه های صفم، برای بچه های صفم تو لایف خوب کار کردی. چیزی نیستش که من همین الان اینو نشون بدم. چی؟ زیبا یه دونه مکتب درست کردم اسمش مچاچنگیسمه. میدونی مچاچنگ یعنی چی؟ مچاچنگ یعنی کیرکاشی، یعنی همون ببین چقدر راحت کلمه کی رو به کار بردی. کیرکاشی
برو تا فردا، برو عزیزم. باشه بچه‌ها، هر 239 تاتون میخوام ماچ کنم. خیلی خوشحال شدم دختر. فردا. خب بچه ها چه جالب شد این دختر، اصلا من اصلا انتظارش نداشتم. موقعی که تو خیابونای انگلیس مونده بود و بی خانمان هوملس شده بود، قیافه زیبا رو چه خوشش اومد، واقعا خوشم اومد. اصلا حتما بچه‌هاش چقدر خوب، چه جسور بچه های این چنینی میکنم. اگر چند نفر تو این دنیا واقعا راز ندار پیدا بشن و رازهاشون رو بریزن، دیگه انقلاب میشه، دیگه قیامت میشه. اوفن بارونگ آلمانی هم حتی مذاهب منتظرن یکی ها هو 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 از آسمون بیاد، امام زمان از آسمون بیاد. نه بابا شمایید.